سومین روز خرداد ماه برابر با 24 می سال 1291 خورشیدی برابر با 1912 میلادی، مراسم به خاک سپاری یپرمخان ارمنی در تهران. یپرمخان ارمنی که بنا به عقیده گروهی یکی از بزرگترین چهره‌های جنگ‌های قزوین، کرج، بادامک، تصرف تهران، جنگ علیه شاهسون‌های آذربایجان و جنگ علیه ارشدالدوله و سارالدوره به شمار می‌آمد و یکی از شجاع‌ترین رزمندگان مشروطیت بود که در دوره‌های تاریخی زندگی کرده است. در نزدیکی قلعه شورجه در همدان و در جنگی که در مقایسه با جنگ‌های قبلی اهمیت چندانی نداشت، با یک گلوله از پای درآمد. جنازه یپرمخان در تهران با تشریفات، در حالی که جنازه را روی لوله توپ گذاشته بودند و کلیه مقامات دولتی حضور داشتند، تشییع گردید. سال 1359 خورشیدی برابر با 1980 میلادی، اعدام اکبر گودرزی، رهبر گروه فرغان. گروه فرغان که تشکیلاتی مذهبی به شمار می آمد، در سال 1356 و به قصد مبارزه با حکومت پهلوی به دست فردی به نام اکبر گودرزی تشکیل شد. اکبر گودرزی که طلبه جوان از اهالی روستای دوزان در نزدیکی علی گودرز لرستان بود، افراد این گروه را که بالغ بر 50 نفر می شدند طی 3 یا 4 سال و از میان جلسات قرآن و تفسیر قرآن در مناطق عموماً جنوب شهر تهران انتخاب کرد. یک سال ابتدایی تشکیل این گروه که همزمان با آخرین سال حکومت پهلوی در ایران شده بود، عموماً صرف شکل‌گیری ایدئولوژی این گروه و صدور اعلامیه و بیانیه‌های گاه و بیگاه شد. اما بعد از انقلاب سال 57، از آنجایی که این گروه روحانیون را مصداق مفسد فی الارض می‌دانستند و ایدئولوژی نیز مهمترین محور فعالیت این گروه به شمار می‌آمد، آن هم ایدئولوژی که به شدت متأثر از سازمان مجاهدین خلق ایران و نوعی برداشت خاص از آثار علی شریعتی بود، فعالیت گروه هم وارد فاز جدیدی شد: اقدامات مسلحانه. در این برهه اعضای گروه فرغان که به شدت از لحاظ ایدئولوژیک به رهبر این تشکیلات معتقد بودند، برای عملی کردن این اقدامات دست به سرقت چندین بانک زدند و سپس بی‌محابا کار ترور افراد اثرگذار حکومت جدید را آغاز نمودند. افراد این گروه مذهبی آنچنان بی‌باک بودند که مثلا در محل ترور مرتضی مطهری برگه زرد به جا گذاشته که با خط قرمز روی آن نوشته شده بود فرغان و در زیر آن با خط سیاه تایپ شده بود خیانت شخص مرتضی مطهری در به انحراف کشاندن انقلاب توده‌های خلق بر همه روشن بود، لذا اعدام انقلابی نام برده انجام پذیرفت. سرانجام اکبر گودرزی که در میان افراد این گروه آنچنان محبوبیت داشت که او را چوپانزاده آزاده می‌خواندند، به همراه گروه دیگری از افراد این تشکل در خانه تیمی بازداشت شده به دادگاه انقلاب سپرده شدند. هرچند اکبر گودرزی به همراه دیگر افراد بازداشت شده این گروه به جوخه اعدام سپرده شد، اما بقایای گروه فرغان تا اوائل سال 1360 همچنان به انتشار جزواتشان می پرداختند.